بله رفقا، این متن، این سندی رو که میخونم یه توضیح داره که این به اصطلاح بیانیه کنگره است، قطعنامه نیست به صورتی که قطعنامه مثلا قطعنامه قبلی بود. اسمش هست میثاق جهانی 99 درصدی ها و این رو میخونیم و عکس العمل شما نسبت به این متن معلوم میکنه که چقدر قبولش دارید چقدر ندارید. انگلیسیش هم هست که بهرام سروش میاد میخونه. متن اینجوره: میثاق جهانی 99 درصدی ها، بیانیه کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری ایران، انقلاب تونس و مصر و سپس سیل خیزش های انقلابی بر علیه دیکتاتورها در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داد که انقلاب ناتمام سال 88 2009 میلادی در ایران واقعی تک و جدا افتاده نبود، بلکه همانطور که در کنگره قبل اعلام کردیم خبر از پایان دوره سیاه تعرض راست نوین، نظم نوین جهانی و جنگ تروریست ها می داد و از دل مردم جهان سخن می گفت. جنبش های ضد سرمایه‌داری سال 2001 در غرب اما از 2011 در غرب اما از شورش های هیچ بودگان در انگلیس تا جنبش های اعتصابی و اعتراضی در اسپانیا، یونان، اسرائیل، ایتالیا، فرانسه و غیره و تا جنبش اشغال در آمریکا و اروپا به نوبه خود نشان داد که این دوره نوین انقلابات و خیزش های توده‌ای صرفاً به مناطقی چون خاورمیانه محدود نیست، بلکه این یک وضعیت جدید و جهان شمول است که بر متن بحران و بنبست اقتصادی سرمایه‌داری جهانی صف 99 درصدی ها در همه جا و به اشکال مختلف بر علیه نظام سود و بازار و مزد، بر علیه دولت، بوروکراسی و دموکراسی مترادف با آن و ایزن بر علیه مقدسات و ارزش های عام آن، اهم از مذهب، ناسیونالیسم و هر گونه مسخ هویت انسانی به پا می خیزد. سال طوفانی 2011 در تاریخ بشر به عنوان سرآغاز موج جهانی انقلابات قرن 21 برای آزادی واقعی بشریت ثبت خواهد شد. جنبش عظیم و در جریانی که یک سر آن میدان التحریر قاهره و انقلاب نان و کرامت انسانی بر علیه دیکتاتورهای مادام العمر بود و سر دیگر آن اشغال وال استریت نیویورک و اعمال اراده مجمع عمومی و نقد عملی دموکراسی یک درصدی هاست. این موج جهانی انقلابی تا همینجا تلقیات و محاسبات کهنه چند دهه گذشته و موازنه سیاسی و ایدئولوژیک را به نفع انقلاب در وضع موجود برهم زده و تغییرات بسی وسیع‌تر هنوز در راه است. کنگره هشتم تأکید می‌کند که حزب کمونیست کارگری ایران دست در دست کارگران آتن، اوکلند، سوئز و پتروشیمی‌های ماهشهر در کنار جوانان نوار غزه، هومس، تل‌آویو، مادرید، مسکو و تهران و همراه با زنان شجاع و آزادی‌خواهی که همه جا در خط مقدم این تلاش جهانی قرار دارند به صف انقلابات حاضر و جنبش 99 درصدی ها برای رهایی تعلق دارد. کنگره اعلام می‌کند که شرط پیروزی این جنبش جهانی برای رهایی انسان خلعیت سیاسی و اقتصادی از بورژوازی در هر گوشه جهان است. همان گونه که تجربه انقلابات تونس و مصر و لیبی نشان می‌دهد، کنار بردن دیکتاتورها از جلوی صحنه و حفظ دیکتاتوری سرمایه توسط ژنرال‌ها و اسلامی‌ها و ملیون تنها پروژه نخنما برای شکست انقلاب است. شرط اول پیروزی مردم در همشکستن کامل دستگاه دولتی بورژوازی، اهم از ارتش و بوروکراسی و برقراری حاکمیت شوراها و ارگانهای اعمال اراده مستقیم همه شهروندان است. همچنین تجربه یونان و ایتالیا و فرانسه و انگلیس و آمریکا به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه جهانی برای مقابله با بحران لاعلاج خود چوب تاراج به نفس زندگی بشر زده است.
اکنون به ما اعلام می‌کنند که از 18 تا 70 سالگی باید یک سر جان بکنیم و کمتر بخواهیم تا نظام پوسیده بردگی مزدی حفظ شود. در غرب نیز راه دیگری برای رهایی نیست جز آن که در قدم اول از دیکتاتوری سرمایه و سلطه بانک‌ها و یک درصدی‌ها که تحت نام دموکراسی و پارلمان اعمال می‌شود خلعیت گردد و زندگی به دست خود مردم و حکومت بلافصلشان سپرده شود. حزب کمونیست کارگری در تعهد به این میثاق جهانی 99%ها بار دیگر اعلام می‌کند که در پیشاپیش کارگران، زنان و جوانان ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و خلعیت از کل بورژوازی در ایران و برای برقراری آزادی و برابری و سوسیالیسم تلاش می‌کند. هر گام پیشروی به سوی یک جامعه آزاد کمونیستی در ایران در افزوده مهمی به جنبش جهانی و جاری 99%ها است و تنها با اتکا به حمایت کارگران و مردم جهان بردوام خواهد بود. کنگره 8 حزب کمونیست کارگری ایران.